دل مدا دست تو هر تا ریخی ندلی، دل مدا دست تو هر تا ریخی ندلی، بیده تا چاکی بکم تا بنو ریچی ندلی. سر بی سامان من هاده تلاتم شو و روز، همدم مرخ شوم کار من آری ندل. هر همه شنفته نده شور شیدای ما، کس و کار خود بچم حوالم دین دلی. یه هناس و دو هناس درد غمت یویده دل، دار ناله ده دل زارم کاری ندل. کسی حال پریشان آمدی دست ناگری، دید عشق و عاشقی بیزار و زار بی ندلی. اثر پیمان عشق پرانه سوزیا در ازای، اثر شد تا بیان در بزم شم شی ندلی. هر که در بازی عشق جان و دلی ارنا و کف، هرچی داشتن بیگمان در عشق بازی ندلی. نازنی ندلواز تن ناز نازاران همه، و شکوه و ناز تو دنیای نازی ندلی. قسیان جیر تاق سوزدی زنوبهار، و گل واران ری تو کاخ سازی ندلی. تو سوار بالا آور در آسمان برز خوز، که رسم و ارگ تو وی پرو پاشی ندلی. کسی آینه وار مات جمال تو بیه، حاق نصرت نگاهی هره تو آزی ندلی. نظر بخدری ای ریتل پیراشقه، قوس بریه تو هره دی قوله دی ندلی. درود و تک تک دوسیل و هاوریل عزیز، رز و حرمت را گشتان دیریم، گشتان و خیر باین. میوان برنامه امشو من کاک وحید کمالی آسی مرداد مششعی عزیز در رابطه و شعریل رنگین ماموستا حشمت منصوری متخلص و دلیل. گشتان و خیر باین دوسیل عزیز، امشو برنامه فرر رنگین لیلین کاک وحید عزیز و آسی مرداد و هاوریل عزیز. با چشت ترک و دوسیل و هاوریل بوشم، هفته ترک دوشمه برنامه دیریم لبوار شاعر گوری ولاتمان ماموستا شرکو بیکس، معروف و امپراتور شعر دنیا. میوان برنامه گمان کاک شریف فلا و ماموستا دانا اسکر. دوستاریل یا هاوریلیک عزیزی که خوش داشتن لئی بوارو بشتاری بکن راجع و اشعار راجع و کارگانی بازم تونیم دعوتیان بکیم و بشتار من لئی برنامه. کاک وحید عزیز، اگر لناو لئی وگه هست چشتگرا من بنیوز که من بتونم دوربین را کل بکم. هاوریل و خیر باینگشتان، رز و حرمت را گشت براو خوشکیل عزیز دیم. هیوادارم ساق و سلامت و سرباز بین. امیدوارم این برنامه لئی کومکی بکد و فرهنگ و رسومات کردواری گشتم. نادم هاو ریل گشتان بخیر باین، رزو همه ترا گشتان دیریم. درود و عرض ادب و خدمت استاد عزیز خوام کاگوید کمالی و خیر باید. الان دنگت هست کاگوید، الان دنگت هست. درود و عرض ادب و خدمت دارم.
سرکار اره گشت عزیزه حاضر در برنامه لایو سرکار سپاسگزاری در سرکار کم که بیوچان همیشه زحمت کشید و بی تصمیت اناغا و امید در فرالیزه هنرمند و شاعر و عدیب و برحال فرصت ایجاد که همیشه اره عزیزه که بتنن دنگ و رنگ خویان بناسنن و ملت زمان خویان مطرح بکن و سپاسگزاری دستم جناب کن و عرض ادب و احترام اشتیرم و خدمت عزیزای حاضر در لایو و برای خوشاتن و یعنی شما و عزیزای دیش که همان ناتن و بعد در لایو بدمان هم خدمت کن. سپاس ممنون که وحید سپاس لگشت عزیزای گشتان و خیر بین ورژه گچشتیک با بشی ملای پرسیاریک خوش دیریم اگر بکرید بیوگرافیک لما مستا حشمت منصوری را دوسیل و حوریل عزیز بحث بکید سپاس بکیم که ما مستا حشمت کی بیا و چه زامت لیکیشا بفرما سپاس گذارم ورژه بچی ملای بحث در مورد استاد عزیز من زندیات حشمت منصوری عزیز که وراسی کولکه و ستون فقرات شعر و ادب پشتکو و استان ایلام بیا و طایبت و کردی جنوبی دوست دارم یه مطلب بیان بکنم بنده حقیقت دو شعن و دو قد و قواره نیم که بخوازم در مورد ای عزیزه در مورد ای و نظر بنده فیلسوفه و دوره دنیای ادب و شعر و عرفان کردی ابو خازم عرض اندام بکنم یا به هر حال شخصیت و شعر ایشان مورد تحقیق قرار بیم برای خوبی کسان عزیزه ایلی که واقعا در نزیب و ایشان ناستن جور جناب آقای محمد جلیل بهادری و جور استاد مهندس شهرام بابا خانیان حقبی اوان لی برنامه بوین و اوان قصه بکن و نظر خویان بیشن در مورد استاد حشمت منصوری برهار و هر دلیل ای امکان ای فرصت نوی و ای شانس افتخار نصیب بنده به حقیب در حقیقت دستخوشی باید بکن در اول برنامه لعی دو شخص چون که هم آقای محمد جلیل بهادری و زحمت فریق کیشا در زمینه ثبت آثار مرحوم استاد واقعا خدمت بر عظیمه و شعر و ادب و عرفان استان ایلام کرد و تنس و زحمات و وقت نایدهی که بیاد یک مجموعه آثار و گنجینه ادبی حالا در هر چارچوبی که بون و جی بیلی در استاد و بتنه همکار و همیار استاد حشمت منصوری بود برای که بتنه اشعار تولیدات فکری بکن و کتاب و سه دیوان یا سه کتاب به ایشان و همکاری و زحمت جناب آقای بهادری و جی منه در طرف تریش استاد عزیزم مهندس شهرام بابا خانیان حالا خب دوستان عزیز تریش واقعا فرا زحمت ایشان است و صورت پراکنده در شعری در ضبط صدا و تصویری در برحال انتشار ادبیات استاد عزیز و تلاش خویان در حد و توانایی خویان کردن اما استاد بابا خانیان استاد شهرام بابا خانیان انصافا در بحث آرشیف کردن هدفمند دنگ و رنگ مرحوم استاد حشمت منصوری انصافا سنگ تمام ناده محله رو دست خوشیده کم انصافا چون که ایشان سالهای سال وردی مرحوم استاد رفیق بیا همدم بینه در جمع ایل فره حضور داشته نوایکو و صدا دنگ رنگ تصویر حتی پورترو اکسیلی که ایشان در مرحوم حشمت منصوری گرفته است انصافا بی نظیرن و ماندگارن و ابدین و در جانب خودم دستخوشی در ایشان و حقی کسان
حضور ایشان به مهمان این برنامه بون و اوان حق برنامه و حق شخصیت حقیقی و حقوقی استاد ارجمند است. وی پیش مقدمه که ایشما خدمتتان خب اگر ایما بخواستی من در قالب یک شاعر در پنجره و دیدگاه شعر فقط نزدیک شخصیت و شعر مرحوم عثمان استاد منصوری بوی من یه جوری کوتاهی کردیم من از در بیان حقیقت و چه معنا ایشونه، چون درست است و نظر بنده مرحوم استاد منصوری شاعر بیه دیوان شعر داره و صاحب سبک خوبه، اما در حقیقت ایشان یک مبارزه، یک موجودیت ایشان یک فکره، موجودیت ایشان یک ایدئولوژی معرفی نشده است و در حوزه مبارزات مدنی، مبارزات اجتماعی و مبارزات حتی ادبی و مبارزات فرهنگی و پویایی فرهنگ و ادب حداقل یک استان، حالا من نیشم استان ایترونی جنوبی زاگرس، اما انصافا ستون فقرات معاصر شعر و ادب کردی جنوبی حداقل در عصر امروزی، چون نیه کسی که بتنه با تمام احترام برای کسانی که شاعرن دستی و قلم دیرن ادیبن، اما آنچه که شخصیت استاد منصوری مجزا که یسته که ایشان فقط یک شاعر نیه، یسته که ایشان فقط دست و قلم نورده سره یک برزن و شعر خوی دلنوازی بکه وقت دیگران خوش بکه، یا مثلا کسانی شعری بخوانن لحظات خوشی داشت اونو دیادی خوشید، ایشان قلم فکر، زبان و کلام تفکر و تنی من یه جوره بیشیم که صاحب بینش خاص و تایوت و خوی بیه در تمام عرصه. حالا در ضمن برنامه حتما بنده هرشگم و خدمت سرکار عزیزی حاضر در لایف دیدگاه اینشان کاملا انسانی و اومانیست و اومانیستی وارد عرصه شعر و ادب کردی بیا و دیدگاه کاملا معترضانه وارد بیا و دیدگاه کاملا منتقدانه وارد بیا. اره ما فراتر ده لای و اگر اجازه بفرمایید فراتر که ده یک بچیم نام یک مثلا شعر چبیو سبک شعر چبیو دکی تقلید کرده یا برمبنه چه سبک شعری هم کرده، دوست دیرم فراتر در مورد شخصیت شعری و شخصیت خوی براتر بسر بکنیم، چون آثار مکتوبن و اگر عزیزان دوست داشتون و بخوازن مراجعه بکن و آثاری و آشنابون آثار مکتوبن در اینترنتیش سرچ بکن مطالب فریده هست در مورد ایشان که تاویلی هستن در بازار و در حال منتشر بینه و کسانی که در بحث صرف ادبی خوازن پیگیر ایشان گون تنن مراجعه بکنم و اره اما بشتر دوست دیرم براتر در زمینه شخصیت شعری و شخصیت خواهی و تفکری که باعث بی حشمت منصوری در قالب و کالبد انسانی حشمت منصوری درایده در و بچه تقبیچ و قالب عرفانی و روحانی و مبارزانه دلیل و شخصیت جور دلیل مطرح بکنه، چون تخلص و نازنام دلیل بی دوست دارم فراتر دمیل اول تمرکز بکنیم و برحال دمیل اول بکنیم و پیش مقدمه که عرض کردم خدمت سرکار و عزیزه بعد نیه که یه بیوگرافی مختصری که در نام کتابی شاطی از کتاب آقای محمد جلیل بهادری در مورد مثانه ایشان حشمت منصوری متخلص یا مثلا نازنودریا و دلیل در روز یکم دیمان سال 1315 در ایلام در دالگاه دو پر مرحوم رستم منصوری که رستم منصوری در
خوشمالیل صاحب ایل و تبار خیل دوستلیوند طایفه کرد لیلیان و لگفیل استان ایلام بیا دالد مردم استادیش دیت شیخ تقی جلیلی که در عالم ایل وارسته و برجسته و گپ کرماشان بیاد از زمان خواهی ایشان بعد از دویمه یک دیپلوم گری برحال و چو کفه نام حرفه و شغل معلمی در وادی پرورش و آموزش در استان ایلام در مناطق دیردست آبادی دیردست خدمت خواهی انجام دیده بخش آموزش پرورش و نهایتا در سال 1373 شمسی بازنشسته دو و روح هزار جار شاد بود در تاریخ 2 فروردین 1399 در سن 84 سالگی وداعیش ورد دار دنیا و قرین رحمت امیدوارم قرار بگیری و حتما قرار بگیری روح شاد بود یاد ماندگار. مختصر بیوگرافی متنمیه بیشم خدمت عزیزه. اما در مورد شخصیت و شعری و شخصیت شعری و فلسفه شعری در خلال برنامه و سوالی سرکار بشته هم خدمت است. سپاس که و هیت سپاس لگشت هوریل لیلی چو جدر دست خوشی لکاک شانم عزیز و جناب بهادر کم که زحمت فریکی شانم دستان خوش بو سپاس ان کیم سپاس له تمام او عزیزه لک قیرزان ای فرنگ خو یان باب شي مسر پرسیار کا وای د عزیز تایود مندی شعر ما مسا حشمت منصوری چسن و چه جیاوازی خانا و زوان شعری هر روز را که عرض کردم خدمتتان با توجه به که مثلا مرحوم استاد حشمت منصوری در بحث شعر فقط یک شاعر نویه و در حقیقت شعر اسباب یه نویه و وسیله یه نویه را که فرزن بخوازی خواهی مطرح بکیونده یا فقط عشقی یا کلامی باری ازوان بلکه شعر یک جنگ افزاری بیاده دستی یک وسیله بیاد و چون خواهیش در وجود خواهی در حقیقت خواهون یک تفکر بی یک تفکر انسانی زمینی و نظر ما سفیر صلحی بی در همه چشت همه زمینه سفیر عشق بی سفیر دلدادگی بی سفیر شیفتگی بی سفیر عرفان بی حتی هر براتر ایمه تنی من در شخصیت شعری انسانه من نکات یادداشت کردم است که ارزیان کم و خدمت عزیزان رو تقوی و مشورت ورد بزرگوارانی که زحمت ایشان و وقت نام هم نکته نظری ایشان مد نظر قرار دامه و هم نکته نظری لخوان بیان کم و خدمت یکم آقای که شعر حشمت منصوری بوی انسانیت دی بوی شرف دی بوی راستی دی بوی درستی دی شعر حشمت منصوری آلوده نیه کاملا خالصه کاملا پاکه کاملا کردانه است کاملا زاگروسیه کاملا تریبون فرهنگ عامه تریبون شریان و جریان زندگیه و روزمره است حشمت منصوری در تمام عرصه زندگی و تمام دوران خود در تمام عرصه در پیش روی بیا و حضور دیده شعر حشمت منصوری روز و روز و سال و سال در تمام طول عمر و در تمام جریان عمر جامعه حضور داشته است و حضور مؤثر داشته است نه منفعل فقط و عنوان یک تفنن یا یک تفنن در نام شخصیت شعری استاد منصوری ایمه خودفروشی نیمون منفعت شخصی نیمون ذوالفقار عدالتی اینجوری تنم میگم شعر حشمت واقعا ذوالفقار عدالتی در نام شعر حشمت منصوری ایمان آ و نالو فرام گرد نینی
من و معنایی که مثلا شاعری ترن کردن است به هر حال بیان کردن است. گارد شعری حشمت منصوری در عرصه عشق، در عرصه عرفان، در عرصه سیاست، در عرصه فرهنگ یک گارد متهاجم، یک گارد حملور. حشمت منصوری در نام شعر خود فرد دلاورانه، فرد رشادت مندانه و فرد قدرتمند نوره نام چم مخاطب ظالم، یعنی مخاطب منظورم مردم یه نوره نام چم ظالم و حملکه و صفت ظالمانه. شعر حشمت منصوری فقط گلایه نیه، شعر حشمت منصوری فقط تحلیل و تفسیر نیه، شعر حشمت منصوری هم نقد که هم راهکار دی. یعنی حشمت منصوری هم دلیل و هم علت داشته، بیان که، مطرح که، تفسیر که و راهکاریش دی و فرمول حل موضوعیش دی. یعنی در یکی در بخش در خصوصیات، یکی در خصوصیات برجسته که هست در شعر مرحوم استاد منصوری یسته که هر کسی قدرت درک داشت و شعور تفهم و فهم داشت و در عالم عرفان و ادب بتنه قوه جذب بیان دیگری یا یک فلسفه داشت، وقتی شعر حشمت گوش کری در مثلا هر موردی، مثلا فرق جالبه چون ایشان در عرصه‌های مختلف شعر دیده، در مورد حقوق حیوانات دیده، زمانی که فرهنگ جامعه حتی الانش مثلا حیوان جور سگ در فرهنگ ایمه به حرمتی و ایبی حتی کشته نسه و کچل دانسته پشی مثلا خر مثلا یاده. ولی وقتی تو چید شعر حشمت چون در این عرصه گشته بوده، وقتی او شعر خوانی دیدگاهت، جهانبینیت، تفکرت، همه چشت در مورد او سوژه عوض دو. شعر حشمت قابلیت تغییر ها نقاز ذاتی، تغییر دائن، قدرت تغییر دائن ها ذاتی. استاد منصوری در نام شعر خود این قدرت دیره که مخاطب خود دوچار دیالکتیک فکری بکه، ایجاد تضاد فکری بکه نسبت و دیدگاهی که مثلا در تمام زمینه داشته نسبت و هر مخاطب خود و چالش کشه و تسلیمیش که برای جالبه. یعنی در شعر خود پیروزمندانه چور کشه، یا فقط نیه بیشید پرزن یک شعر ایشه در پرزن در مورد خر ما دیدگاه هم یا سرکار دیدگاه یا هر کسی یه دیدگاه خاصی داری، اما وقتی شعر حشمت منصوری بنیت در مورد خر یا سگ یا پشی یا مثلا روی یا هر چی یعنی داری در تمام این زمینه یا داری در حقیقت و نوع کلیل و دمنه نهفته دیره در ذات مصنوعی و شعری رو. اما وقتی که شعری در مورد یکی در سوژه لگه یکی در ابژه لگه تو کنید دیدگاهت عوض دو در مورد اوستله، اون موقع سگ دلی تو شخصیت پیدا کرد. حشمت منصوری مهندس و معمار شخصیت دائن و جامعه و تمام مکونات دوروری دیه و ابزارش. یا یکی در خصوصیات برابارزیه که در نام شعری هست، یا مثلا در مورد محیط زیست وقتی جینگه سوزیه ها حشمت منصوری بدن نمنه است، در مورد محیط زیست پیام داره است و نگرانیه خود بوده است و راهکاریش داره است. یا مثلا در مورد فرزن ما شاعر دیدیم من در ایران فرزن نقل تفنگ که و نقل تفنگ الگرتم چه مکیو کلی کشتم و فلان کردم و بیسان کردم و در فلسفه امروزی که بشر و روسیه در بحث حقوق حیوانات او شعر و نوع ترویج و جنایت هم. اما حشمت منصوری یعنی شعر حشمت منصوری در نام شعر شکار نیکه قربانی احساس خود، شکار محیط زیست حیوانات یعنی یک قربانی شعر و تراوت، برعکس دفاع که در حقوق. یا مثلا در بحث جن
عرض بکنم در خدمت در بحث جن ایمه در نام شعر حشمت منصوری دفاع آگاهانه و بسیار راسخ دیری من در حقوق جن در یکی در نام دیوان شعریله نوالیه هست مصنوی نوالیه هست و دفاعیات که در نام عوضی دفاع در حقوق جن یعنی شعر حشمت منصوری ابزار تغییر در ذهن مخاطبه ابزار تأثیر در ذهن مخاطبه تنها شعر نیه تنها کلام قشنگ و رنین و دلپذیری نیه ابزار چالش هست یعنی چالش ایجاد بیرد و سمت و سوی که خواه پازی و همیشه رسی و مقصد محال کسی شعر حشمت منصوری بخونه در مورد یک ابژه یک سوژه و تغییر در تفکر در جهانبینی در مورد او موضوع ایجاد نو یکی در خصوصیات بسیار بارز شعر ای استاد عزیز است خصوصیت ترش که دیره ایشان در هیچ کسی و در هیچ شاعری الگو نگرفته است رد پای شعر هیچ شاعری در نام دیوان و تمام شعری ایشان وجود نیری است و سر خواه قلعه شعری کرد و سر خواه و تنیا جلو بیشم قلم رو شعری دیری قلم رو فلسفه خواه دیری ایشان در نام شعر خواه التماس و زاری نیکه ایشان در نام شعر خواه هاوار که هاوار نه و معنای گن یا مثلا و معنا که هاواری بود که و دادم برسن نه خیر فریاد کشید در قبال ظلم در قبال درد در قبال جامعه در قبال مسائل محیط زیستی در قبال حقوق حیوانات در قبال حقوق جن در قبال حقوق منال در قبال فلسفه زندگی هاوار که در حقیقت شعر حشمت منصوری ابزار تلنگری و جیان بشر و موجودیت بشر نخیزه دی سیخونک دی شمشیر که اگیان گذشت نیکه عرف نیکه شعر حشمت منصوری نیرت سر جای خود اگر من دیدگاهم جایگاهم منی داشتو به قول معروف دیدگاهم نسبت یا جهانبینیم نسبت به موضوع بخوازم اصرارش بکنم دمیلی ولی غلط بودم در مقابل تیر تیز و تیزبین و شجاعانه استاد منصوری حتما مغلوب میدان ایشان یکی در خصوصیات شخصیتی که داشت و برای جالبی حالا جدا در بحث ویژگی شعری حالا دوباره الگردم و ویژگی شعری نقاد بی رحم و نقد کردن نقد و رحم و هیچ کسی نکرد حتی خوی در نام جمع که دنیشت اول نقد خوی دکرد نقد همه دکرد و بسیار تیز بیندی نظارت داشت در هر حوزه در هر مکانه در هر جایگاهی چه جمع دوستان چه جمع خانوادگی و چه جمع تفریحی و چه جمع به هر حال هر شرایطی قرار بگرفت ایشان و تیزبینی تمام کنترل دکرد احاطه داشت اشراف داشت دلال شخصیتی و وقتیش دنیش دبانه او صندلی و تخت شاعران و کلام خویه حکمرانی دکرد به نام هر جمعی بیاد ایشان در یکی در خصوصیات تری که مثلا دیره در زمینه شعر در نام اکثریت شعری در تمام چون تک بعدی نیست یعنی شعر ایشان شعر تک بعدی نیست و کلامی حالا یه جوره بیشم کلامی تک بعدی نیست چون شخصیت تک بعدی ناشت شخصیت بسیار سیال منعطف و اهل تغییر داشت روز روزانه خوی آپدیت بکرد شخصیتی شعریش روزانه آپدیت رو بید به روز رو در مقابل تمام مسائل اجتماعیش موضع‌گیری داشت حلویس داشت در مورد مثلا مشکلاتی که در جامعه پیش داد در مورد حتی زلزله بم
در موضوع زلزله بم حشمت منصوری چوه تاوان خواستن در خدا دست نگه پرد خدا گلیده که حالا شعره نه دویرم نیم ایش ارای جوره که زلزله بم پیشاد یه سکه ایش تعرف تکلفی ناشت وارد تمام مفاهیم غلط حاکم و جامعه مبارزه بده. شعر حشمت منصوری انتقاد و دیوار محکمی بی در مقابل حاکمیت مفاهیم غلط اجتماعی و به هر حال سیاسی. یکی در خصوصیات تر که در نام شعری هست، در نام شعر خود و هنر پایبنده ای آید. شعر حشمت منصوری تعریف که هنر تعریف که و دنبال کسب افتخار ده حاکمیت نیده نام شعر خوی و دنبال کسب افتخار و مدال و تملق و چاپلوسی و ایچش دیده نیده کاملا مبراست. شعر حشمت منصوری جریان روان زندگی جامعه است و کاملا مردمی بیا هیچ نشان و افتخار حکومتی نیده. حتی حالا خب من داستانش بعد نیا یه شبیه شما رو دوسته زمانی که انقلاب سال 57 برحال پیروز دو حاکمیت جمهوری اسلامی پیش حاکم دو اولین محک شخصیتی هم شخص خواهی هم شعری پیشنهاده عالی دینه هره یک مثلا تملقوار در قالب چاپلوسی در قالب فلان و بیسان بخوازید در ورم در متر کسان الان در ادامه نیلم بود داستان کامل دویشون ولی پا و گز یه مقاومت که سنگر گری در مقابل تملق و چاپلوسی جنگی ورد تملق و چاپلوسی حتی چوب مبارزه شخص ورد شخص و شخصیت خواهیش دوانه و اجازه نیه که تملق و چاپلوسی سوار و اسب نجیب جریان شعری من قسم دریجدو خواهیم اینه جواب سوال سرکار یک کمی تکمیلتر بیشم دره و خاطر اجازه خواهیم که اجازه بیتم که کامل صحبتیلیم بیان بکنم. شعر حشمت منصوری تایبتمندی تر داشت یا ویژگیه تابلو هر شعر حشمت منصوری یک تابلوی در جریان زندگی و تمام جزئیات تابلوی در فرهنگ عام و زوان شعریش خاص خواهد. شعر حشمت منصوری هم در شخصیت خواهد هم در شخصیت شعری فقط خواهد کسی تر نیه و اندازه سر تو رگه هیچ چیزی نه در شعرهای ورژ خواهد نه هم معاصر خواهد نام شعری نیه کاملا یک تافته جدا بافته در فلسفه شعر بی چون حامل پیام بی نازنامی که عرق انتخاب کرد و اسم دلیل بسیار پر معناست واقعا دلیل بی من در شعر که کلی کردم من خدمت سرکار و اسم ویدو شعر که کلی کردم و اسم ناز کیش بی ناز در آخرین بیتی ایشم دلیل آتنی دلیل نامی بی دلیل هاتنی دلیل جیان و دلیلیش چلنی واقعا دلیل بی و معنا بی و علت بی سببی بی اره یک قوی و دور یک جمع بی سببی بی اره دیالکتیک جیان دیالکتیک فکر علا رقم یک سواد اکادمیک ناشت علا رقم یک در هیچ مکتب شعری و در خدمت هیچ استاد و فلسفه و فیلسوف شعری یا ادبی نخوانسی ولی قریه شعر داشت و ده همه مهمتر قریه نقد داشت و همه ده همه شاید بیشه موضوع مهمتری قریه فیلسوفین و فلسفه در کلام داشت. یکی تر در خصوصیات شعری ایشان که فرق بارز در نام شعری بحث حفظ
حفظ و نگهداری وشا و واژه اصیل کردی هست. لنا و شعره حشمت منصوری لقتیل و وشه کردی حاطل است در دیوان شید شاعر تو پیدنیه گنجینه لقت و در نام شعره هرچند و خاطر لطافت بخشین و خاطر رنگین کمانی کردن شعر خواهی در واژه فارسی و مالا عربی و یانش هاورده است نام شعر خواهی اما اشعار حشمت منصوری اگر بچید کاوش آن بکنید گنجینه عظیمی دن در وشیل و لقتیل کردی هرچند برحال عزیزه یا برحال کسانی و خاطر یک دنام شعر وشیل تر حاطر از کردی اولی مثلا وشیل فارسی حاطر یه جوری نقدیل وارد کردنه و شخصیت شعر استاد عزیزه اما و نظر بنده دنیای شعر و دنیای سیال شعر حامل منی دریا و دریا همه جور ماهی هاده اگر ایما دریا و عنوان یک کتاب و یک دیوان شعر در نظر بگیریم انواع لقتیلیش انواع ماسیل امکانه نام انواع ماهیل امکانه نام کنه هر کام در یه زوان کنه هر کام در فرهنگون ولی مهم یست که هویت باطنی و ذاتی و ظاهری او شعره یک هویت کردی هست. حشمت منصوری در شعر خواه نیشانده که ستون فقرات شعر کردی. حالا ما بحث دوران نیشکم و ایشم که چه کرده است واقعا. که چجور یک تنه چقدر جنگ یک انقلاب فرهنگی و یک عنوان یک گلادیاتور و عنوان یک شوالیه شاعر و ادیب چقدر جنگ تهاجم فرهنگیه که بعد از حاتم جمهوری اسلامی و سر کارچه ایشان ورده هیچ شاعری قابل مقایسه نیست چون که صاحب فکر خواهی نیتنیم نه ورده سعدی نه ورده حافظ نه ورده ملا پریشان نه ورده بابا طاهر نیتنیم ورده مولوی کرد ورده هیچ کسی نیتنیم مقایسه دو چون هیچ الهامی ده هیچ کس نداره هم خواهی صاحب سبک و خواهی صاحب الهامه ده الهام گرفتنیش خواهی مهندسی کرده است یعنی جالبی هست یعنی یکی مثلا بیشی من در یک چشت الهام بگریم او بحث دلبره که پیش دیاریه برای جالبه که بزانید هیچ کسیش الان نیزانه او دلبره کیه حتی بعد از مرگ خواهی و نمنه نیه روح شاد او همانیش که نیزانه او دلبره کیه او دلبره الهام خودساخته خواهی بی در ذهن خواهی و خواهی الهام دیار یکی در خصوصیات بارز شخصیت ادیبانه ای فیلسوف عظیم است خواهون فکر بی وجود فکر بی حتی جیان شعر بی گارد ای آیمه شعر بی قصه عادی شعر بی کلام شعر بی خنسن شعر بی گیروسن شعر بی مخاطرات قسمت بی برحال یه چند وقت کنسم در خدمتی بوم استفاده بوم در حضوری و یه سری خاطرات کوتاه عرض کنم خدمت دوستان در بخشیتر اما ایشان در لحاظ شخصیت شعری خواهی جوری بی که بعض موقع شعر قالب شعر کم دی آورد در برابر قریه شعری ایشان و واقعا کم دی آورد هرچند در فرش شعری بی نظیر و جزئیات تمام در مورد موضوعی که قصه کرده است همه چشم و تصویر کشه یک فیلمی هر شعری که بودم یک قاب تصویری یک فیلمی یعنی تو در نام شعر حشمت منصوری در فرزند در مورد مثلا حلو و عقاب یا علو فقط حلوان یعنی پروازیش دینید آسمانش دینید کیف کردن حلوه در نام یک بای دیگه نام پروبالی او احساس حلوهش دینید تیزبینی حلوه دینی دیدگاه حلوه در آسمان نسبت و زمین دینی جغرافیه زمینش دینی عرصه و مفهوم شعر ایشان بسیار گسترده و فیلمی واقعا یکی تر در خصوصیاتی که در نام شعری هست بسنده نکرد و یک شعری محدود بکه یا
تفکر خواهی محدود بکه و یک در یکی دو بود ایشان در تمام عرصه شعر دیری و پویایی در نام شعر موج دی شپول دی در نام شعر حشمت منصوری تو شکتی نی جنگ دی دیالکتیک دی در عشق در عرفان در همه چش یعنی از کردم یعنی شوالیه بی یعنی در لحاظ شخصیت شعری یک گلادیاتور و شوالیه و سوارچاکی تمام ابیات شعری حالت تلاطم تلاطم لطیفی ولی در مقابل ظلم بر صریح بی باج و کسنا در شعری باج و کسنا در شعری نامردمی نکرد در شعری برای من فرا شارل دیریم و شعر خویان ظلم کند در حق فرهنگ و ملت و مردمیان و مداهی در وصف حاکمان و دربار و فلان و بیسان در طول تاریخ داشتیم و الان نشتیم در آیندهش خواهیم شعر عشمت منصوری گوهر گرانبهای در کسی نیتنی قیمت بنیدم متایر برای فکرم ریبند در جوابی سوال تر برای زیادگویی کردم هم نبیم از سرکار و ظاهرن قرار بی سرمیگاد عزیزیش باید عمل خد متایر بسنده کم و جوابی سوال سرکاره و اجازه داد خواهدم کوتاه سخن کوتاه بکنم تا در سواله دیتر در خدمت سپاس کاوهی دمت خوش بو سپاست کهیم و خیراتن گشت دو سیل و هاوریل عزیزیشیم گشت و خیر باین مامسا هوراز عزیزیش و خیر باید آسی مردار لناو لای بگه تشریف دیره لان دوربین رای هنرم هاوریل عزیز با جاره ترک با پیدان بیشم لحضور کاوهید عزیزیش شو دو شمه یعنی هفته ترک ایما داناوه کاک شریف فلا میوان برنامه دو منن ایمیش جاره ترکش بتوینیم برنامه را مامسا شرکو بیکس یکی ل کسیلی که به لقب امپراتور شعر دنیا دانه حتما خوش دیدیم جاری ترکیش همه دو از زیل بکنیم کاوهی گیان فرلا عزیزی نوساین اگر بکرید شعرک ل ما مستوی شما بخوانی ولی واجه و که شعرک بخوانید من یکی ل شعرگان خواهی پاش کم تا وقت دوربین را که اصیل مرداتا دارم دل حتما خوش دیدیم جلی ترکیش همه دو وزیل کن باش دلمه در دست تو پر تا پریخی ندلی دلمه در دست تو پر تا پریخی ندلی بیده تا چاکی بکم تا بنوری چی ندلی سامان من خواهد تلاتم شو روز همدم مرخ شوم کار من آقای ندر من همه شنفته نده شور شیدای من کسو کام خود به چم احوالم دی ندری یه هناس و به هناس در غم نیوی ندر دار ناوی در دل زارم کار من هر کسی حال پریشان آمدی دست ناگری دیده عشق و عاشقی بزار و زار بینه دلی در سر قیمان عشق مگانه سوزیا در عذای در سر شب تا بیان در بس بشم شینه دلی هر کسی بازی عشق جان دلی از ما و کف در حچه داشتن بیگمان در عشق بازی ندلی ناز دنی ندر آباز تن ناز ناز آرام و شکوه و ناز تو دنیای نازی ندری قصیان اجیر تاق سوزدی زنوبهار و گل بارون ره تو کاخ سازی ندری تسوار بار آور در آسمان بحض خس پیر از و اگه تو وی پرو پاشی ندری هر کسی آینه وار موت جمال تو بیا تا که نصده نبای هره تو آزی نداری
نظر بخدری بیری تا بیراش خواه خوز بریه تو عرایدی قولیه دینه دلی روح شاد بو یادی گرامی اصلا ای مرداد عزیز و خیر باید قربان بام کاک یادی گیان خیراندار بود عرض سلام دارم و خدمت جناب عزیزه ای لیکان و نو لای وگا ما خدمت قلوم کاکوهی دیش دارم و خدمت کاکوهی دی کاکوهی چیه خوار نیه دارم چیه کلو تصویر هر دو تن لدای من عالی هست هیچ مشکلی نیه نزنم پس زحمت بکشی من تصویر کاکوهی نیه نیه دارم مرا کاکوهی دیه بر بچو خوار رو تا دوباره دوربین ردنیم هاو ریل بخیر باید ممنونم خب دوستایل عزیز گشت و خیر باین رز و حرمت انا تک تک گشت هوریه لزیز درم هیوادارم صاف و سلامت و سرباز بین جایت و خیراتنه دی شما سیم اداد عزیز قربانت با دوربین را کاوهید عزیز دوباره کل بکنیم که قاسم که نجات که فرزله موسا تاج عزیز تک تک ها روید موسا ها راست که فرزله کریمی گشت بخیر باید خب که وحید عزیز چو سرداد که ناخواست نظر بینی و خیر باید ها روید عزیز رز و حرمت را گشتن بینیم اصلا کاوهید لناو لایوگا نمانی و داخوا تا وقت کاوهید و خوش دیریم اگر چشتگ لبوار موسا و شما تو زانید یا لبوگرد شیره لی آشنایی دگر بس درشید قصه درشید ممنون تیم تا وقتی دوربین اگر کاوهیدیش بنیریم اصلا بله براسی کاکی من حد لره که وحید وگرده اشعار و هنر ماموسای نمر حشمت منصوری آشنا بیم و داخو ایما لنا ولاد هنرمندگه من لشون اوی که مرن شناسیم نیان بعد از مردن یان نوبانگیان در شد و دی و قول معروف به نوبانگو بود یه داخه یه و راسی داخه فرگورای گه را کومالگای کردواری و گشتی هیوادارم یه روزی باید که ایمه ورجه یک هنرمندگان من شاعریل من تسایتیل و کلپیاییل گورا من بمرن و بچن و دنیا نمینن هر لو زمان ریزیان بگریم نو هر لو زمان زندگی خویانه بتوانی من ریز ولیان بگریم بتوانی من آثاریان بلاو بکیمن و فراتر بناسرم یا ارک گشت مانه که بتوانی من لواقع ای کم و کرتیهیلی که لرفتاری لمن هست درستی بکی من ساقی و بکی من دواره خامان یه آورگ و کاربار خامان بی من و راستی ما موسی حشمت منصوری سرمایه گه را کرده واری یعنی من هر او زمانه که وگرد اشعاری وگرد هنر ما موسی آشنا بیم شیفته بیم و بی الهام بخش فریگ و کاریلم هر ایم الان هر ایسه که من هم خدمت جنابت سگل کاریل من ایسه در حال ضبطم درم ضبطی آن کم رکوردی آن کم و شعریل فره و راتی فره شعریل که حلگر پیامن حلگر یه مسیجی گن و راتی یه که ما موسی حشمت منصوری شخصیتی که نناسره و ایما تا ایسا کم کس و قول مرو بوش و کاریلی گردیه یا آثاری کم بلاو بیه حالا و داخو من و پیویستی زانم که بتوانی من به هر حال ارایه که گنجینه گه و راسی و قول کاکوهید فرق خوش قصه کرد سبارت و ماموسا حشمت منصوری و فره او زاویه پنهانی که لشخصیت و کسایتی ماموسا حشمت بی هاورد سر زوان و هاورد ور باز کردن یعنی و راستی هر چی بیشی لباره ای کسایتی هم باز کم متیده من
تواستم مگر دی یک پارچه و شعرگانی دست بپی بکم، ولی خوبی یکی دو بند و یکی دو خط و شعرگانی را دان خوانم که یکی و اشعار که و راسی الهام بخش کاری لمن بیا. دویش و هم و فکر پجاره دلبر، هوا و سهوشم داوگرد سرام سر. دویش و هم و فکر مانگ رخساری، چولی و لناو بستر دام و در. بی تاشا و سر ناو مسحرای جنون، نیزانم مقصد مقصود سفر. و راسی وید جان سلام، وقتت بخیر. درود خدمتت استاد عزیز. قربان باشم. اصفایی کم ایمان هایم از سرزمین قضا و قدر هر ثانیه و جوری گجیان اینترنت هم کامل چه بخشون. بله بله قربان باشم. قربان باشم. قربان باشم. قربان باشم. قربان باشم. قربان باشم. بجید. بجید. قربان باشم. قربان. عرض بوده خدمت سرکار یسا که ایما و راسی ما مساهمت کاری لی توانیم بیشی من که الهام بخشه، یعنی آدم وقتی که وگر بیرو باور ای آدم ها، یعنی بیرو باور و افکار و فلسفه ای آدم ها لناو آثار موج دی و راستی ای انسان فره انسان گورای بیه و شخصیت فکر اندیشه پاک ای انسان ها دقیقا خوی نشان دی لناو آثار ای آدم ها. من عرض کردم دوباره و کم و پیویسی دانم ایمه باید حتما لبانان اگر بکری لناو اگر نکری لیره لباشور بتوانی من به هر حال یادواره گرای بگری من و بتوانی من بناسنیم نه آثاری باید ایره بلاو بود به هر حال مردم بشناسن که ایمه به هر حال یه هنرمند و یه در واقع شاعر کرد و ناوچه ایلام داریم و منطقه خوارین کردستان داریم، یعنی فره مهمه، یعنی آثاره، یعنی ای داکیومنته، یعنی و راستی چشته لگه که ایما باید بپاریزیم نه و اضافه بود و ادبیات و کتابخانه کردستان و و لواقع گنجینه نتوه کرد یا گنجینه است و ایما باید سعی بکنی من یه بپاریدی من دوباره و کم سباره و کم هزار باره و کم هیوادارم روزی باید که ایما هنرمندگان من ورجه یک بمرن بناسیم مرید ولی آن بگریم من ارزش آن بزانیم. دمت خوش اصحی مرداد. دوست عزیز که نیسای دعوت لدکتر بیروز یاسمی که داخل نت ایران و قرخ خراوه نتونیم هر حوره ایگیش دعوت بکنیم ولی دعوتی کدیم لی برنامه بشتانی کده لناو پیجاگه هست یکی لو شعره لو تواناس اما موسا سعید عبادتیان دکتر علی رفتی و فرل عزیل که وید خوش دیدیم ورجه و یکی لشیره لبنین پیشکش هوریل بکید لشون ایک پرسیاری که جانی کرده حتما جواب پرسیاری شوید حسین مرداد لحظات قط بیم یزانم سی مرداد چشتی خانه یا نخوانست یا در شعره من رو بسیار یه تیکل شعرگانی خوند بله بسیار خوب البته خب اشعار فرس دیوان فرس و انی اما مجبور مخاطر زمان لایبر یکی در نیل کوتاه این بکنه یکی سه مرداد و اشاره فرمان پجاره دلبر لی شعر ماموستا منصوری در عالم خیال خوی یه سری صحنه یه سری تجسمه تخیله در عالم خیال خوی وگرد خوی مثلا مرور که و وارد یه فاز عرفانی رؤیایی اسم این شعر پجاره دلبره حالا خانم برحال هرچند فریش هیرد نیستی ها و منیش چمم ضعیفه اما خب سعی کم بتینم درست بخانم یه وقت مدتان امیدوارم مشکلی پیش نه دفانستنم و او آهنگ خواهد داشتی پجاره دلبر یش و هم فکر و پجاره دلبر داگرتی هوا و سهوشم سراسر یش و هم و یاد مان رخساری
تولی ولا ناو بست نام بستر دام و در بی تاشا سر نام و صحرای جنون یزان مقصود و مقصد سفر خیال بالم گرت و دو شهپر کیشا شقدا و بال هی هاورد و پر ممات و مبهوت و حال پریشان حیران و قافل بی خیال و خبر خیال شاد و مست بی خوف و انیش بی پروا دم من و دم منا و خطر نازدا و قدم بی باک در قضا محول و ولا تن دایم و قدر بردم تا پشت پرده اندرون دورک خیال هم نکری گذر خیال خی و بی دو خیال خی و بی دورچی پری ممنم تنیا و ویلان و پکر چم بسیم در ترس و خم گرتم و خو تا دارم ره که نیشه و بر هما نکفتی انوس و دیدم نوای بلوری کردم و خور شمیم عطری مشامم بوسی تا مغز چوار رزم سقانم اثر ای عطر بو گلکیف اوا ای عطر بو گلکیف ایا دشون عمرم چگا و حدر سرنام و سجده در چیت جای شاید ای جار هم دم نکه هزر دی خواه و کمی جرعت دام دل وتم گان بیشتر دم سینه مگر نسیم هم جنو رسی و دادم تودا و پرده حرمگاه قمر بزان و مزان پرده دا و لا یه تاق بریه دلبر کفت در شوقات و دیده و زوق کفت دلم بختم یاری کرد دیمه یه نظر دنگ معزن گلدسته حاجات بیان دا و بانگ الله اکبر دخو الپریم و دست کیشام و چم دنیای دیم دمان بروی منور وتم و دلیل عاشق شیدا یا ارار راز نهان خی و در نسی و هیچ کس نیت تا ایسا تواف محراب بروی میسر وش و حال تو اقبال برزد گوشه در بروی تو دیتا اگر دی شعره مخازم دی شعره یعنی عرض بکنم بر خدمت عزیزی مستاشمت منصوری در نام شعر خوی حرمت و حریم و حرم داشت اره عشق در حقیقت مثلا ما مستاشمت منصوری در هیچ کام در شعره تو نینید که ایشان در نام معنی نای کلام تک و تک او لقته لک و کاردیاری و شون شهوت و شهوت رانی و حتی لمس بود لمس فیزیکی بود ما در نام شعر ناز کیش بی ناز که در وصف ایشان وطم است اشاره و یک کرده ما است ماچ نکرده لی و دلبر یعنی ای ورد دلبر حتی وبالی بیاد لحاظ فیزیکی ای ورد ذات خوی و ذاتی که خویت خلقی کردی داشتش بازی در نام ای شعره اونور چنه حریم حرمت قائل عرصه عشق و عرفان و او حس عارفانه که ها وجوده و عشقی اصیل و چه معناسن در ایشه من نه نسیم ده شعر ایشه ایشه مد بر مبنای که یک چگم نیشتم از سجده کردن در ورآور او پنجره که پرده پنجره واز بی و پرده در پشتی بی نسیم یا ها تیاریم یه بای هات لای پرده دالا تنها تاق ابروی دیم بعد در آخر بیتله ایشه ایشه و خوی ایشه ایشه خوش و حال تو اقبال برزد که یه تاق ابروی دیت است ای عشق آسمانی ها. یعنی یدی تو نیتنی باریت قالب فیزیک و جسم و زمینی بکی استاد منصوری حتی
حتی معنا دی و عشق تفسیر دی. در نام شعر خواهی عشق تفسیر که تحلیل که شخصیت دی و در شخصیت خواهیش حتی شخصیت دی و شعر. چون شعر اره استاد عزیز تنها شعر نوی، شعر اره ای ابزار عشقبازی بی، ابزار عشقبازی وارد جامعه، وارد آسمان و زمین، وارد همه چشم. اره افت برد پشنگه در نام این شعر حرمت شعر بفز که حرمت عشق بفز که در نام حالا اگر فرصت بیمه نش اراتان خانم یه شعر دیره در طاقه نازی قبلنش کریاس اویدو در نام او شعره اعتراف که و یک خواه خوازی در عشق گرو بگیری، اما دلبر هم جور خواه و قفلت یه متوجه دو و قفلت یا در گرو گرتن در عشق در بحثی که میاره یه دیسینه حالا شعره خانم اراتان برحال ارز کم که جریانش هست، حتی دلبریش مخاطب عشقی خواهیش هم اشراف داشته است و فلسفه و حرمت و نزاکت و پاکی عشق. یک برای جالبه در نام شعر خواه دو تلاش دیری که یعنی هم خواهی دلبری آسمانی بکه بوت قابل پرستشی و بکه سمبولی بکه قبلگاهی و در نام شعر خواه دیری شخصیت دی و خویش شخصیت دی و عشق خویش برای قشنگ عشق بازی کرده است در نام شعر. هر ایشم شخصیت استاد منصوری فره فراتر ده یک شاعره، اصلا اگر در پنجره فقط شعر و ادب و عرفانیش اتا بنوریده یعنی حق موجودیت و فلسفه وجودی فکری بید، خواهون فکر بید. دواره تکراری کم ایشان خواهون فکر بید و دوست دیرم در جامعه کردفمان کردستان جنوبی یا به حال مناطق جنوب زاگرس در کردستان ایران، کسانی که آنها یا به هر حال کسانی که در کردستان عراق در خانقین و رو خارج دیرن دنگ و رنگ مجنون آنها ایلای و بچن و شونی بگردن اشمت منصوری در شعر خواه مانیفست جیان تایی، شعر اشمت مانیفست زندگی هست، شعر اشمت چی بیشم هر کس وردی انس بگیری و سعادت رسی و نظر. بسیار آسمانی هایی شخصیت خوی و شخصیت شعر. حالا اگر سوالی تر بیامد خدمتتان و دوست دارم سیمردادش یه اون شعر هایی که یک پانسمه یه شو یکی دو شو زحمت بیشا در مال ما یا در لیخ در مال به خدمتی بیم در مال خوی ورد تمیره یه بنی وردی کرنی از اگر مهمان ما بکه ممنونی. حتما که وحیدیان هوریل عزیز کشت و خیر باین عزیزه لنسا دیوان شعره ایمه لکوره تونیم تحییه بکیم که وحید عزیز اگر و هیچ اشاره بکید ممنونتم. خواهش کم کلن تا الان سه کتاب در ایشان چاپیه و همت و زحمت جناب آقای استاد جلیل بهاروند، یکی دیان و نام بیان در آسو، یکی گزیده اشعار، یکی دلیل و دلبر. فراتر در استان ایلام چاپ و نشر و پخش و منتشر بینه ولی میزانم احتمالا در دنیای مجازیش در کتابخانه الکترونیکی بتنن دیگه پیدا بکن اگر هاتی، وگرنه اگر ورد جناب آقای محمد جلیل بهادری یا ورد به هر حال مرحوم اشمت منصوری یک به هر حال ورد کوریل ایشانش آقا گورش هست تماس بگیرن نیم بو تنین کتابیلی با دست بارن و به هر حال برسن و گنجینه دی که دی و جی منه دست در ایلام مگر و خود یکم در استانه ایلیتر پراتر پخش متاسفانه در قبال مرحوم استاد یه بیشم چون زبانی تیق برنده حق و حقیقت بی و مردمی بی در دنیای رقابت
لیل ادبی که در همه نقاط دنیا هست و در استان ایمیش هست، ایشان مورد بیمهری فره قرار گرفته جانب حتی اشعاری بر حال و نوعی مطرحی که هستن در استان ایلام. اما تون یا نوی هم مرام اوان در یک بخواز مرید دربار بود، بخواز شعر تسلیم حاکمیت بکه، بخواز شعر تسلیم سیاست بکه و بخواز شعر تسلیم منفعت بکه، یعنی که بیمهری فره در حقی کریا و حتی تلاش فره ریش کریا که یه جوره محوی بکن. خوشبختانه ایشان یکی در افرادی بی که یعنی شاعریل، ادیبیل و فیلسوفیل خوششانس بی که دلسوزیل داشت جور آقای محمد جلیل بهادری و جناب استاد شهرام بابا خانیان و دوستان تر که حالا حضور زین نرم که اسمیان بیارم و صورت پراکنده تلاش کردن که ایشان ماندگار بود، شعر کلام ماندگار بود. یکی در شانسیل زندگی ادبی ایشان یکی که دو نفره و عنوان دو بازوی راست و چپی در کناری بین و تنسن انصافن تنسن وقت ره بنن، انصافن تنسن زحمت ره بکیشن، یکی دیان شعر و کلامی بکیشه و دفتر و کتاب، یکیش دن و رن و جیان و فلسفه وجودی بکیشه و تصویر و ماندگاری بکه و یه جوره دی. وگرنه علا رقم یک حتی مناله گیش حالا برحال زحمت کشان تلاش پره کردن و برحال غنه، اما حضور ای دو استاد عزیز در کنار مرحوم استاد باسی بی که این ماندگاری بکری و ای امید داشتیم که در آینده بتنیم و قول سه مرداد یادواره ره بنیم، حالا یا یادواره استانی یا منطقه یا حتی جهانیش. من ورد دوستانی سالها پیش ورد جریان کرونا و شرایط که پیش به و خویش هم در قید حیات بی استاد عزیز ورد عزیزی در فرانسه صحبت کردم که ایمه حتی در فرانسه بتنی من بزرگ داشت و یادواره اره بگیریم، خویش دعوت بخو برحال عمری در دنیا نه من، اما امیدوارم ادیبیل کرد، شاعریل کرد فرد تفحص بکنده و تحقیق بکنده در مورد شناخت شخصیت فلسفی و ادبی ایام و نظر ایشان هم شخصیت شخص خود و هم شخصیت شعری و هم فلسفه شعری تنه و عنوان یک الگو و عنوان یک مکتب ادبی و فلسفی و مبارزاتی معاصر مورد تفحص و تحقیق قرار بگیره. و اگر به نظر شاعری که هستن چه در استان ایلام، کرمانشان و یا در حال لرستان و حتی استان کردستان و سایر مناطق کردنشین در حال جنوبی در مناطق خانقین و رفات تنم و ضرورت دیری بگردن و واقعا در مورد کاری ایشان فلسفه شعری تفحص بکن که تا بزانن چه گوهری بیا و چه چکرده گستن صاحبن. حشمت منصوری یا قشنگتر یسه بیشم دلیل، حشمت منصوری یک شخص، یک کالبد، یک بدن، ولی دلیل یک قول ادبیه، دلیل یک قول فلسفیه، دلیل یک فلسفه جیانه، دلیل مانیفست جیانه، مانیفست مبارزه است، دلیل مانیفست پاکی ذات انسانه. بعد فره جالبه که بزانن در نام شعریلی حالا سیمردارش تشریف داره، در نام شعریل و کلامی انسانه ایمه رگیل فره عظیم در میترائیزم دینیم، در یارسان دینیم، در ذات دینیم، واقعا ذات در وجودی در لحاظ ذاتی که تسلیم ناپذیر بی، ذاتی که حملور بی، ذاتی که دلنواز بی، ذاتی که چتر آرامش روحی و فکری و کرداری بشر بی. امیدوارم وقت
قدری بزانی من و امیدوارم که عزیزه بتنن قدم الگرن در راستای یک کالبوت شکافی درستی بکری در شعری آیمه و محتویات مقدسی که ها ذاتی انسانه و در کلامی در سرچشمه جیان و کلامی آتی از تو سرابیش بیاد برای تر مورد استفاده جامعه بشری قرار بگیری. شعر حشمت فقط اول یک ایمه بخواهیم تصویم بکنیم. شعر حشمت برنامه زندگی هانا، دلیل زندگی هست، دلیل امید، دلیل شرف، دلیل رسالت. و پر از شتری ترمو زیاده بوی نکم چمره سواله تر سرکار بوم، چون یه سری مطالبی تریش هست حتما لازم و ضروریه که ویان اشاره بکنم. اگر سه مرداد دعوت و مهمان من بکنه و اجازه کاکلی البته بنده ایشم و بفرمام و خیراتن هوریل عزیزشون ماموسا آتاج کانیمد شفی ماموسا فرات و گشت هوریل ور جوا اسی مرداد میوان من که دنگ رامان بخونه لشیریلی خوشت دم پرسیاره بکم کاک جانی عزیز نیسالا و داخل کلاپی آگان کرد شاعر نیسرگان لناو ملت کرد فرق قریب و بیکسن و وراسی هیچ رزو اترامیک نیرن وقتی مرن او مقزانیم چه شعنامه یا چه گنجینیگ لدستاییم اران نمونه هر ماموسا حشمت منصوری اره باید مرگای خومن و داخل ایجوره بود اره باید باید یا اترامی ننیرید یا بیشتر لناو کمالگا جانا کفن و اجازه سه مرداد ما خواهدیم در بیشمت مرحوم استاد حشمت منصوری نمرد. شعر حشمت همان جریان دید، شعر حشمت همان زندگی دید. ما خبر دیرم در نام تمام موبایل کسانی که ای آی من ناسن شعری هست و اگر نیشم هر شو ولی هفته دوست شو مراجعه کن و کلام ای انسان و کلامی کردن است برنامه زندگی خواهم. استاد حشمت منصوری دلها چون مردمی بی، حکومتی نوی، درباری نوی، اجازه ناد حاکمیت بوی و خواهن شعری. مرحوم حشمت منصوری ای استاد عزیزه ای بخت و اقبال داشت که ماندگار بکیخ بید و ماندگاره، ولی خب این ماندگاریه و یک دفعه نیو و مرور زمانه و زحمات یک کسانی که به هر حال در دوری بینه دوستانی فلانی هر کسی یه انده دیری یه شعر یک خاطره را دیری و عزیزانش ما خبر دیرم دیرن زحمت کشن و دیرن و صورت اکادمیک و صورت علمی و صورت زانستی و درست دیرن دمیل ادبیات دیرن کار کن و ایشان کسی را شاید حتی ادیبه هم عصر خویش درکیده ناشتن، اما مطمئنم فلسفه شعر ایشان و تفکری که نهفته در هندسه شعر استاد حشمت منصوری مطمئنم در آینده تأثیر فرینی و بان ادبیات و عرفان و حتی فرهنگ و شخصیت اجتماعی فره ادیبه ایلمان. ما دواره تکرار کنم، ما دوست دارم که دوست عزیز من که فرمایش کردی نامی بردید که سوال کردی، ما دوست دارم دجی یک غبطه بخوایم من بچی ما دنبالش چی بچی ما دنبال پیدا کردیم و بیاریم نام زندگی ما شعره. ما در انتهای جلسه دیده لایو حتما وقتی زحمت کشید که بیان او پیج رسمی و تنها پیج رسمی که هست در مورد آثار استاد عزیز و تان معرفی کم و نیمه بان پیج خواهم و یک سری ویدیوی نیم و سرکارش زحمتی بکش او کار بکر در نام پیجت بنره دیگرانش زحمت کیشن از آنم عزیزه لیتریش هستن دیرن کار کن ویدیوی شعره دی پخش کن، اما در کنار اوانه تنها پیج رسمی که و صورت علمی و زانستی و صورت اکادمی دیری در مورد
قول معروف دستاورده ایل تفکری و اسم دلیل دیری کار که ای پیج است و عزیزان چنین داینده به استفاده شده بکنیم. ببخشید. دست خوش بو هر بجید من و اکس پیج اگر گردم هاوریل عزیز استوری چی کردم و پیج که واحدیش تک کردم و دستان خوش بو تونین سردانی بکنین. ببچی ملی آسی مرداد عزیز لشون ما مساعد از پسیاری کدی حتمن و پسیار دخوام جاودم. بفرما آسی مرداد عزیز. بله قربان دوام کاکی دوباره عرض سلام دارم خدمت جنابت کاک وحید عزیز و عزیزه ایلی که لنا لایوگه تشریف دارن. براسی کاک وحید حق مطلب سبارت و ماموسا حشمت ادا کرد، یعنی لناوی فرمایشاتی براسی چشتی نمانیه که ما بتوان بیشم ما هر ایوام یسه که بتوانی من حلگر پیام ای عزیزه ایلی بیمن ایمیج بتوانی من بلاخره هر کام من و اندازه خامان بتوانی من دریجه در ری اوانه بیمن و بتوانی من آرشیوی لواقع اثری و آرشیو نتوه کرد اضافه بکی من و بر همه گداشتی من. من هر یویشم، من شاعر نیم، براسی شعر نیویشم، کاک وحید خوی شاعر و فراتر و راسی و هست شاعرانه قصه کهید وزیو کسی شاعری الان لناوی لای و بیاتا جور که سید عبادتیان جور ماموسا علی الفتی یا نه بیاتان یا نه فراتر تیانسیان برحال سبارت و ماموسا هشمت قصه بکن. من عرض کردم لأول عرایزم که سچوار گیله و کاریل ماموسا هشمت ایسا درم کاریان کم درم زبطیان کم آنه جیر زبط و جور کار ارژینالی من دوای بخشین کم دوای لیبردن و عزیزی و که تشریف دارن و جنابت و کاکوهید کم که اگر اجازه بین من جور تو هم یه حالت یه سورپرایزی بو ارا شنویاری لو ارا عزیزی که تو هنی کار گوش بیان اگر چون کار ارژینالی اگر اجازه بین نجنم می چون خود آنزانیم ایما لناو متاسفانه اخلاق یه مقداری بعضی وقتی لناو ایما جنیاره لیوشن مناو ایما هنرمنده یکمی اخلاق کمه یه بعضی وقتی دونی کارگان یه فرکی دوزی من یه داخیگه یه جا خوی یه داخیگه یه جا خوی یه لواقعی نقصیگه را ایما و یه جا هیوادارم یه روش این نقصی جا برطرف من اگر اجازه بین بیل مدانه جی با اجازه جناب دو کاکوهی چون شارج گوشی هم اجدیری تمام بود من فقط حل لیر سر ریز و نوازش دانمنم برانبر کسایتی گورا ماموسا هشمت منصوری و راستی ایشان الهام بخش مبیه و هیوادارم کارگان اگر باید دشت و هر ویزوی تید دشت و عزیزین گوش بیان و لذت ولی بوان و دعای خیر و روح گورای ماموسا هشمت منصوری بود. ممنون تیم سید گیان هر خوش بید باشد بنیشه قربان ماف و خود و حق خود سید جان بندش سپاس بودم اما پیگیر نبود چون یک سری مسائل هست اما مطرح نکردم از ایمان در مورد شخصیت دوست دارم سرکار انشاءالله اگر حالا تشریف داشت به های مقدمت اگر چی تفار در حال بحثی تر حتما گوشگیرم خواهم عرضی بکنم خدمت هم ایوای عزیز و هم حاضرین در لایوه که و دوست دارم و زانم این مطالب که عرض کنم تأثیر نی در مل احساس سرکار در آهنگسازی ایلی که در قبال شعر ای استاد گرانقدر و معظم که بازگزارت مره حضورت و زحمت پیشایت و ممنون قربانت بنیشن خوش یا حق بنیشن خوش شود خوش که وحید عزیز ورژه یک پرسیاری گلید بکم ماموسا آتاش یکی لشاره لوتوانه ولات مانه لشاره سنه نیسا شاعر کرد مخاطب داری و داخل و اسپانسر چاپ نری
من شوی گوگرد یکی لدوسی لباسی کردم لیرا و تا موجه ایک و خیرخوازی کین کومک و کسیلی کین یا انجمن تشکیل بین حمایت لشاعر لهنرمند حتی خود دولت تونید سالیانه یا چشت کومک بکر بدون یک مالیات بسنه ایجور کاری که هم ارزشمنده هم ماندگاره هر او جوره که خود لئی کاره لفره کردی و زامت فرکی شایده زانم دست چه کسی لیگه دیلی بواره ولی اگر ای اسپانسر داشتون یا انجمن درست بکن مطمئن بفره لشارگان لجای یک تاو شیر دو کتاو نیسن زوغ دیرن ولی چون که حمایت مالی نیرن توانایی او نیرن یه بیس یه درد فرک گوره امیدوارم من قرار بی وگر دوسی لقصه کردم ولی هیوداخو هی جوابی نگردم امیدوارم کسک حال بکفه بخصوص اوانه که لروپان اوانه که دانشن لیولاتا یه همانگی بکن یه اتحادی که وجود بارن دست تمام و شعره لبکرن که بتونن اشعاریان چا بکن لبین نچو شاعرک شیری لبین بچو شعنامه کردیک لبین چیا کاوید عزیز خوش دیرم اگر لی بوارو قصه دیدید ممنونتم اگر ایشنیم بابش مسئل پرسیاری سپاسگزارم لو رفیق عزیز در این سوالیه فکر کم سوال مهمیه و موضوع مهمیه اما در نام برنامه شاید مجال مطرح کردن یعنی نو و من دوست دارم اگر تنی سرکار در آینده یه لایوی ها در مورد این موضوع که این سوال که یه دوست مطرح کردن ببینید که چه بکری و چه نکر دست باش تایوان مندی کسایتی و شخصیت ماموسا حشمت منصوری شست که گانی ها دانم تا پر روالی قدیم جو روی یه ساعت جاری بایی وقت دوی چی جو روی مثلا شو نویه که وحی لایب وگا وطن بیسا چوار ساعتا هیچ مشکلی نیدی یه خوب ما هم نگران عوادیم نه نگران و لانا دودن یک ساعت ملی در مورد برحالی من شخصی در مورد شخصیت شعری استاد منصوری صحبتی کردیم من هرچند کمه و عرض کردم واقعا یا خوازم خیلی خیلی صراحت بشم تنها کسی که تنی علا رقم یک استاد منصوری ورد خانواده خواهی کوریل خواهی فلان و بیسان زندگی کرده از دوستان فره داشته از همه چش داشته یا مثلا استاد محمد جلیل بهادری و همه زحمت کشا و به هر حال تنسه و کاری لبکه و دوستان نزدیکی داشته و فرک از زحمت کشان است که بتنن آثار ای بزرگ مدون و چوزان مکتوب و آرشیو بکن اما انصافا تنها کسی که تنه چی بیشم تنها کسی که تنه صادقانه و بدون هیچ توقع تصویر قشنگی در فلسفه موجودیت فکری و فرهنگی و ادبی و شعری و حتی اجتماعی و مبارزاتی مرحوم استاد حشمت منصوری به جناب استاد شهران بابا خانیانه و من حد ده رو ده خواهش کم اگر هایی پیج الان اگریش حالا بعدا لایو ایمه بینه و ده خواهش کم وانوان یک رسالت وانوان یک تکلیف کار خواهد بکه چون من یه جوره خبر دیرم که ایشان چند نزیک بیاورد استاد حتی تا این قوار وردی نزدیک بیا و عشق بازی وردی کردن است مرحوم استاد حشمت منصوری در وصف مهندس بابا خانیان شعر وته است یا چیش یک مکتوبه و در رده خواهش کم و خاطر تعهدی که و فلسفه بشری دیری و انسانیت دیری و استاد حشمت منصوریش و یک جوری سفیری بید در این موضوع و چون کاملا انسانی شعر انسانی بی جیان انسانی بی و تمام همه چشت انسانی بی خواهش
کم که و همه قدرتی نسبت و سابق بیشتر در این زمینه کار بکنه، چون بحث گپ کردن یک شخص نیه، بحث ترویج یک فلسفه است، بحث چی بیشم یسک تکامل جامعه بشریه. در شعر حشمت منصوری ایمن مرحله تکامل بشر دینی من در تفکر، در فلسفه موجودیت استاد منصوری ایمن مرحله، هرچند خواه نسبت و عصر و معاصر جامعه معاصر خواه خیلی دنوات تربی، خیلی نسبت و همه عدیبه، نسبت و تمام کسانی که دست و قلم نه واقعا دنوات تربی. یا ما بدون اقراقش ما یا و عنوان خدای نخواسته بی‌حرمتی و هیچ کسی بس چشتی ها که ما در ذات شعری آیمه دیمه، در ذات حلسوبنیشی دیمه، در تفکری دیمه، در کرداری دیمه، در رفتاری پنداری، سه اصل گفتار نیک و پندار نیک و رفتار نیک، در نام زندگی موج دی بحث حتی آیمه در ذات خواه اره شعر تهارت کرده، وضو کرده است. اره تفکر، یعنی واقعا بسیار جایگاه یه دیره دی جایگاه قرار دیره که ایمه نبخوازی من و دنبال کیش شخص و شخصیت بویم، من نخیر من دیرم یه ایشم ایمه در ادبیات، در گفتار، در کلام و حتی در رفتار ای انسانه ایمه تنی من اندیشه بکیشی منه در، ایمه تنی من فلسفه بکیشی منه در، ایمه تنی برنامه زندگی بکیشی منه در. حشمت منصوری یکی در سوپاپ اطمینانه ایل عدم انحراف ذات بشر ترمز دستی در مقابل شاعر و ادیب و هنرمند که سرخ خم نکن در مقابل ظلم ترمزیان کیشاد. حشمت منصوری تنها شخصی را در استان ایلام کاری و استان ایلی تو نیم در استان ایلی کرماش استان کرماشان و رستان شعر ایلی گپ دیریم، من حالا در استان ایلامی شعر ایلی گپ دیریم و مطرحان من جمله آقای جناب دکتر عزیز بهروز یاسمی که من فکر کم تنها کسی در شعر ایلی استان ایلام یه جوره ایلی شانی خورده است، شان شعر استاد حشمت منصوری در بحث مبارزه و فلسفه جناب دکتر بهروز یاسمی و حدیر و سلام و عرض ادب دیرم و خدمتی و خدمت تمام شاعرین و ادیبین و زحمت کشیل عرصه ادب و هنر استاد. اما انصافا حشمت منصوری ستون فقراتی بی کولکه بی، چون ایمه جیان حشمت منصوری در برهی بیان که فره برهی متلاطمی بیان و تلاطم فکر دنام دینی من، دنام آثار دینی من، تلاطم احساس دنام دینی من، همه چش دنام شعر دینی من، او دوران گذار در سیستم پادشاهی و حاتن و جمهوری اسلامی، حالا خب بخشی در ظلم دوره پادشاهی و حاتن و دوران ظلم جمهوری اسلامی و تهاجم فرنگی، آنها گشتی دنام شعری هستن. اگر اجازه بید خواستم یه جوره بکنم در قبال سوالت جناب استاد حشمت منصوری، تا او را که بنده سوال کردم و پرسیم و زانم ورژ انقلاب در دوران شاه، یعنی در دهه 50 تقریبا شروع که و یعنی قریحه شعری کنی و سر چشمه شعر شروع که و زایش تقی شروع که یواش یواش در بحث نقد اجتماعی در قالب طنز شعریشی، حالا ما دقیق نیزانم چند شعر ده هست ورژ انقلاب، ولی خب دورانی بیا که نطفه قریحه مبارزات در قالب رسالتی که در وجود خواهی احساس کرده در دو موقع و سریابه و در قالب طنز شروع که طنز اجتماعی و طنز انتقادی اعتراضی شروع که و شعر وطن به نام جامعه مورد استقبال قرار گیره و
ای استقبال که جامعه نسبت و این کار ایشان کردن باعث تو که یه جوری در وجود خود تلنگری احساس بکه و تعهدی و خوبی در قبال حقیقت و راستی. بعد از جریان انقلاب و به خصوص در اوایل نیمه اول دهه شصت اشعار حشمت منصوری آتشین علیه ظلم. حشمت منصوری ایمت دقت بکن بعد از یک جمهوری اسلامی هات از سر کار، یکی در سیاسته بسیار وسیع و گسترده که و کار برد و اسم انقلاب فرهنگی بی اگر دیادتان بود و یا کسانی که دو موقع داشت. خب این انقلاب فرهنگی که جمهوری اسلامی اعلام کرد در حقیقت تهاجم فرهنگی همه جانبه و وسیعی بی و تمام جامعه ایران و ایرانیه و ملت که آن ایران در کرد و عرب و فارس رو گشتید. در حقیقت نوعی که یک دست سازی فرهنگی بی اگر در دوره رضاشاه یک دست سازی ملیتی داشتیم، من در دوره جمهوری اسلامی اقوام ملیتی در ایران مورد تهاجم فرهنگی وحشتناکی قرار گرفتن، تهاجم همه جانبه یعنی با قول معروف و تمام قوای جمهوری اسلامی در تمام ابعاد، در شعر، در ادب، در فرهنگ، در فلسفه، در موزیک، در آواز، در پوشش، در فکر کردن، سبک ژیان و همه ابعاد زندگی موجودی تمام جامعه در ایران. استان ایلامش یکی دو استانه لبی که دوچاری نبی، اتفاقا یکی در استانه لبی که به صورت مضاعف مورد تهاجم قرار داد. بعد از انقلاب تمام شاعره، تمام ادیبه، تمام هنرمنده، تمام کسانی که دست و قلم بین در استان ایلام، همه آن محور و مسیر قلم آن الگردان و سمت کی در عرصه ادبی شما، در عرصه شعر و ادبی شما، الله خویمه در بحث سیاست مبارز داشتیم، در بحث فلان داشتیم، ولی در بحث عرصه ادب دیره میشون، همه آن روی قلم آن چه در سمت یک درباری او بود. جلوب بیشم همه آن یه جوره چگن و سمت سو تعریف و تمجید انقلاب و خمینی و فلان و بیسان و فلان و مسائل و فضای که حاکم بید تحت تاثیر قرار بردن. من حتی خواهم مروم باگم که شعر دود و شاعر بید و حتی مروم باپیرم که شعر دود و شاعر بید بازم به تأثیر ده انقلاب و فضای انقلابی قرار گرفتن و یه جوری شعره نیسان هم در قالب مذهب و فلان و قول معروف تعریف و تمجید در انقلاب در وصف خمینی فلان بیسان هم. تنها کسی در استان ایلام که ای کار نکرد مرحوم استاد حشمت منصوری بی و عنوان یکی در نیل بشم خدمتتان یک خاطره که همه خواهم تعریف کرده از خصوصی همه دوستانی تر تعریف کرده. زمانی که انقلاب پیروز بود و بحث به هر حال خمینی و تعریف و تمجید اسلام و انقلاب اسلامی و شیعگری ایران با در ایران، رئیس اداره ارشاد وقت استان ایلام حالا اسم نیارم زنگ دیگه مرحوم حشمت منصوری و تلفن دعوتی که چو ارشاد اسلامی این شعر استاد عزیز یه شعری در مدح و ستایش خمینی بیش این خواست که خواهی گفت بود که و امتیاز در خواهی بود ولی درخواستی در یه بیده که مثلا ایشان یک شعری بنویسه، یک شعری بیش که در وصف و تمجید و مدح و ستایش خمینی بود و فلان و بیسان. یک اون موقع پاترول تازه آتی، یک پاترول صفر ورده هرچه بخوازی در لحاظ مادی هدیه مادی کلانه دیمد. ایشانش جواب آوننیه ایشه باشه چو اما ورده خانم مشورت که خانم ایشه حشمت خود هرچه که یه بکر ظاهرن چشتی که در گفته خود ود چیلم نیشتم انام اتاقه ود هرچه نزید یک ساعت قلم قفز آوردم یک ساعت نیشتم فکر بکنم که چه خصلت و خصوصیت خوبی هست در شخصیت خمینی
بود یک ساعت فکر کردم نه در شخصیت خواه، نه در انقلابی، نه در شخصیت طرفداری، هیچ نه. بود قلم پر دام و نیشتم از سر دستر. بود هرچو دیم گنیوی خوبی نه. و او شعر نام دلیران نیسانی هیفنیه هیدل هیفنیه خار خواهد بکید اسیرون یزانم گرفتار خواهد بکید که کردم از ویدیویش. حشمت منصوری در مقابل تهاجم فرهنگی و همه جانب جمهوری اسلامی و تمام ایران و بخصوص در استان ایران تنها دلاوری بی که در قالب شعر و سلاح شعر در عرصه اجتماعی، در عرصه حقوق بشر، در عرصه حقوق حیوانات، در عرصه محیط زیست، در عرصه ادب و فرهنگ، در عرصه حفظ شرافت عشق و در عرصه حفظ حریم خانواده و حرمت اجتماعی و حفظ دارائیل فرهنگی و نتوائی کرد در بحث زوانی و در تمام ابعاد حشمت منصوری یک تنه مقابله کرد ورد سیاست و تهاجم فرهنگی جمهوری اسلامی در استان ایلام. باید یه بیننه، یک بایستی درک بود. ادیبیل و شاعریل فری دیدیم الان مطرحیش هستن، متاسفانه سریان دستی آنها گیفان جمهوری اسلامی. حشمت منصوری تسلیم ظلم نوی، تسلیم جمهوری اسلامی و ایدئولوژی که ایدئولوژی جمهوری اسلامی نوی. حشمت منصوری حاضر نوی و خاطر مال و منال دنیا قلم بفروشی، فلسفه شعر بفروشی، رسالت شعر بفروشی، نکردی کاره. ولی دیری من هده دوره ادیبه دیدیم به هر حال نام نیارم و دیرین این کار کن. حشمت منصوری و سر خوی ارتش تک نفره بی در عرصه حفظ ادب و فرهنگ استان ایلام. حشمت منصوری تنها کسی بی و بان شان خوی تنس بار سنگین شعر و ادب و شرافت شعر و ادب در ادب در دوره شاهنشاهی منتقل بکه و جمهوری اسلامی و حفظی بکه. این جور تاوان دا باید پنجره بنوری منه، وگرنه شاعر بیان چه نداره؟ ما هزار دیوان شعر داشت و چه دردی خواهی. حشمت منصوری شعر انتقاد بی، شعر اعتراض بی، شعر شفافیت بی. حشمت منصوری شعر گوچان موسی بی، تحول ایجاد کرده شیخ ذات بشر در ذات مخاطب. حشمت منصوری کسی بی که شانه و شانه تمام جریانات و تحولات زندگی اجتماعی در استان ایلام و در سطح ایران شعر و موزگیری داشت، حلویس داشت و دقت و ظرافت و تیزبینی تمامی که داشت اشراف داشت و شریان زندگی و تحولات سیاسی و اجتماعی. حشمت منصوری یک نهضت اعلام نشده بی در مقابل تهاجم جمهوری، تهاجم همه جانبه جمهوری اسلامی برای شرف و فرهنگ و ادب حداقل استان ایلام. تک نفر چقدر پیش و تنیابی، تنها کسی بی در نام رفیق تنیابی، تنها کسی بی در جامعه تنیابی. حشمت منصوری در هزار نام هزار نفریش قرار بگرد حقوی بی چون رسالت داشت، دلیل بی. این نام به خود در خود انتخاب نکردی. حشمت منصوری تفحص و تعمق عمیقی بی و تعریف جیان اجتماعی بشر. حشمت منصوری شعر حفظ کرد در شهوت، در هوس. حشمت منصوری تقدس دا وشی، حشمت منصوری تقدس دا و چیشن عشق. فره شاعره دیری من و شخصیت خویان شخصیت دین وشی. فره شاعره دیری من در شعر شخصیت در خویان درست کن. فره شاعره دیری من و خویان و شعریان هانه کفه یک تراز، یعنی متقابلا نکن. اما حشمت منصوری چون مردمی بی، ما ها یادم بس نکداشت حدود حالا 65 سال 70 سال خود شلوار
سفیدی دکرد اوار کوش ورنی ریش تو تیخه خوی مرتب دیاب و نزاکت دیات در سر این دوستا جامعه نظارت دکرد و جریان و جوشش جامعه و رفتار انسانی بعد چه دکرد شعر حشمت منصوری کسی بی که معنا دا و شعر کسی بی که فلسفه دا و شعر یا حداقل ما در استان ایلام دیره میشنه و جایل تو نیشم و اگر بخوازم زیاده رویش بکنم ادعایش بکنم شاید فراتر در استان ایلام واقعا شخصیتی انسانه بحث من نیه خوب بحث شخص خوی نیه و تو مده صحبت ایلما بحث حشمت منصوری یکم بحث او دلیل کم که دلیل حضور بی دلیل پرور بی و دلیلی بی اگر عمری داشتوید بچی تا ایلام ورد تک تک او افراد که ورد برخورد داشتنه وردی نیشتنه در مجلسی در تفریح مخاطب کلامی بیدن حشمت منصوری اجازه و هجویات و لهو و لعب نیا که بیاره حریم عشق و شعری حشمت منصوری تنها پاسدار شرف شعر بیده استان ایلام خاکریز عشق حفظ کرد و سر خواه و تنیا حفظ کردم لشکر یک نفره و تک نفره بی اره یه سبا هستی بچیم تفاوز بکن در موردی وگرنه شخص خواه و عنوان حشمت یک کسی بیا جور سرکار جور بنده و یک شخص اجتماعی عادی بیا ولی وقتی دنیش در پشت فرمان شعر وقتی دنیش در بان کرسی پادشاهی شعر و کلام واقعا پادشاهی دکرد تأثیر گذاری دکرد حکم رانی دکرد حکم صادر دکرد در عرصه شعر و ادب هره یسه گران قدره هره یسه جایگاه عالی مقام عالی مرتبه است حشمت منصوری تنها هن خانواده خوی نیه تنها هن ایلو عشیرت خوی نیه تنها هن استان ایلام نیه حشمت منصوری یک رسالت انسانی در پشتگو و چی آورد در استان ایلام و جا آورد امیدوارم فلسفه شعری و هنه بتنه فراتر مرزی مثلا مرز در مرزی رد بکه جهانی ها بود حشمت منصوری نه تنها واقعا مقایسه بکنه مرد هیچ شاهدی دار مثلا میشون کی مبارزی بی دلاوری بی پشت خم نکرد زردی و زاری و زویری تحمل کرد فقیری تحمل کرد وده تنس بوه صاحب فلان و بیسان و بوه فلان کسی مکنت و سرمایه و ثروت جمع بکه ولی نکرد چون تعهد داشت و هنر تعهد داشت و ذات و رسالت شعر تعهد داشت و فلسفه خلقت و خیه اینجور شخصی بی بخشی من کمی زیاده گویی کردم بسکایی کم دستر کارو حاضر بودن دایی اگر بجید کاوید اگر بکرید او شعر لدست رسد بو های در حیف نیا اگر لدست رسد بحث را من بخونیده ممنون اگر نیا شعر تا پشکش من بکو چیم نسر آخرین پسیار او شعر هیدر حیف نیا خوار خواد بکی نامن یا کمی طولانی یا اشکار طولانی ارزش داری او شعر که وحید عزیز برای طولانیه و ما دنا و اوا کردم از ویدو اگر عزیزه لی دوستیرن بیننه دنام پیجم هست و اسم نام دلیران بچن اوا بینن در جی او شعره ترجیدم این شعره بخانم الله خودم چون من برای فره هن کردم ممکنه یکم عزیزه خسته بین بیلای تراوت عاشقانه در کلام و زبان استاد منصوری به ما ذهن و روح عزیزه ایلی که حاضرن در جلسه شعر جنبیان در منزل نازی بخونم که یه شهر کردیم را کردم از ویدو ولی خب برحال این خواهی دیری و در اوائل در نام صحبت ایلم قبلا گفتم بازم باید اشاره بکنم که حشمت منصوری هم شخصیت دا و عشق خواهی هم و معشوقه خواهی و جور عشق بازی کرد ورد معشوقه خواهی حالا اگر فیزیکی وجود فیزیکی بی اگر ذهنی اگر زاده تخیل و تصورات و خوبی نزانم با اسم دلبر اماده شعر یار جوری ورد دلبر دلبری کرده است که دلبریش متعهد بی است
و حفظ شرافت و شرف شعر عشق و حفظ کرامت و حرمت عشق و اصول عشق یاد گرفته است در آستان عشق بازی حشمت منصور. یه شو جنبی من در طاقه نازی، دلبر چی عری عروس هم خوی الرازی، هم کبر گرتی و دو بان نیشتی، کول پورگه کردی و پشتی، هم خوی آماده اشوا و ناز کردی، دکمه سریخه جومه واز کردی، سری خس و لو مورس و باخه، گیسی کفت بان شعله چراخه، سچوار تال دمی زلفی الکزیا، چنو مل تودا ملوانه بریا، ارتمانی و رخته دارشان، چمان آسارد طاقه پشان، دلربا و رخته و بدل مرواری، چمان درد نام طاقه دواری، هر کام در راسی دای مجستجو، رخته هم نشتیم و حدر بچو، دل و تم چنی دانه مرواری، دیره فره مهمه، این نکته، حاصل است گرو بگری در عشق، ولی در آخر معشوقه اجازه گرو گرتن وینیه، دلوتم کنی دان مرواری، جوری نزانه دیو بشاری، دان دل ربا یا گر مرواری، و گرو بگری پی یادگاری، جوری نزانه سرم کردم خم، چمیل او پایم و دان نامدم، وقتی میرگیل جم کرده دامان، دل آرام بی سر گرد سامان، الکرده داندان هم لدجاره، صد افبان البان کرده شماره، اونو رئی تشبیه الان، سه چواردان عرق چیدان الماس، در پشت لیوی قامت کردن راس، گونه سیروبی چیدان مجی، سیم خس و دیده چی قرقجی، ود در نرد عشق حواسم جمع، دانی دل روبای ملوانم کم، تا نورس و ما رنگ دریم پری، چمان و مقراز بن دلم بری، تماشه دم کرد و یه چمی پرتان، بنور معشوقه اره حفظ اصالت عشق و حرمت عشق چکه دل تنازی که، تماشه دم کرد و یه چمی پرتان، لچه در جیر دنان قرطان، و ناز لیمو سرسینه لقان، نیزانم چکرد دمم دا چکان، جادو دیده کار خواه کردی، جادو دیده کار خواه کردی، میرگه در جیر زوانم بردی، میرگه دم سن و خس کوانگه، زلفی دا و دم دن شانگه، یک زیاغت از زلف رزان، دل و دل ربا و یک و سزان، نکو ناامید زار و درمنه، همجور جاران خار و شرمنه، سر و پای پتی درات مودر، تا آهم بگری دامان دل بر. بنورده شعره کاکی گان روسته گذر، بنورده شعره ای آیمت چه کرده گذر، دیره یب اثبات که جوری معشوقه فیر یا او یاد عشق بازی کرده است، که او معشوقه تعهد دیره و رسالت عشق، او معشوقه یک خوازه در عشق گرو بیره کست، خوازه خواه برزو بکه، میارگد تنازی که یا خوازه گرو بگره، ای تنازی که او گرو ها که در گیری ها بیاره گه اشوه دیه ناز دیه، میارگد از زیر زوانه بیه، ولی نیه خیلی قیملوان خیلی کوانگه زانی، یعنی معنی یعنی چه؟ یعنی این میاره در قداست خواهی در دست داره است، این پیسه او بیاره، این میاره در چه قصه اصارت عشق مدی قبولی نکم، فقط سوزنمه و وی جوره پیام ده و استاد خواهی که عشق بازی حرمت ده، یست شعر حشمت کلامه، پیامه، رسالته، صدا
صدات نیه کاکی گن میکروفونات بسید پس لگشت دو سیل و هاوریل عزیز مخاطیه ده اگه بسم که او کیفیت داشتوی که وحید عزیز هر بزید که وحید آخرین پرسیار چه کاری لک را ناساندن شعر ماموستا انجام بیا چه آثار و برگنامه لک ولی آرشیف کریاس اگر بکریه توضیح بیدرامان سپاس آشکم عزیزه لفرز زحمت کشان است ارز کردم در نام قتیلم که برحال هم انتشار شعر عزیز بزرگوار بین همیش برحال تلاش بکند در ثبت شعری حالا مستقیم و غیر مستقیم اما خوب برحال آثاری که ده کاملا ثبت بیا، مکتوب بیا، چاپ و منتشر بیا و آرشیو بیا بخش فرید ها تقریبا کامل ها خدمت خانواده خود دیرنان و همت جناب آقای استاد محمد جلیل بهادری که مهده رو اگر حاملی ایلای و اگر نی اگر بعدن سلام جوی روی بله ماچکم دست ماچکم و تشکر لایزال ده کم و خاطر زحمتی که کیشا در قالب سکت و تنس عرفه استاد عزیزمان همکاری بود در چاپ سکت و کتاویلی که یکی دیان بیان در آسو و یکی دیان منظومه دلیل و دلبره یکیش گزیده اشعار هده را دواره دست خوشی ده کم انصافا باعث بی که شعریل ایشان جور بقیه شعریلی من شعریل فرید را گیریم در استان ایلام در شهر ایلام و فریش قوی بینه متاسفانه و خاطر یک اقبال یه ناشتنه که عزیزانی جور مثلا محمد جلیل بهادری و سایر عزیزه ایلو جناب استاد شهران بابا خانیان در دوری آن نوینه و حمایت دیان نکرد نه نتنسنه ماندگاری خویان و تأثیر شعر خویان منتقل بکن یا بیا که شعر ایلیان یا چاپ نویه یا حمایت نویه یا در برحال صندوق خانه ماله پیسر پیترکیا و بنابر ملاحظات ناتن صدر و یا ظلم عظیمی بیا در حق جامعه شعر و ادب و فرهنگ استان ایلام یا برحال قرب کشور حتی اکوردی گشتی اما در زمینه ثبت و مکتوب کردن و آرشیو کردن آثار استاد حشمت منصوری جناب بهادری زحمت کشا سه کتاب چاپ بیه تا الان جناب استاد بابا خانیانش گنجینه عظیم و آرشیو عظیمی در صوت و تصویر و شعریلی و زندگی دیری و کاریل عظیمی در موردی کرده و مقالات فریش نسادن در مقالمه مصاحبه ایش قبلا داشته در سایتل مختلف در مورد ایشان و تنها کسی بیا که پورترو اکسیل در ایشان گرتوی است که ماندگارترین و معنادارترین اکسیل که تینن تخلص دلیل منتقل بکند در ذهن مخاطب اکسیلی که در گرده است واقعا چهره دلیل در نام او اکس دید هدیره در هر دلیان و در تمام کسانی که زحمت کشانه اذیت کشانه است در حفظ شخصیت و شخص استاد حشمت منصوری و ماندگاری شعر و ماندگاری شخصیت و فلسفه زندگی در دست همه آن ماچکم و دواره ایشم امیدوارم بنده حقیق رو عنوان کسی که کمترین بیماده و شعنه نویم که واقعا بیام در مورد ای استاد برجسته و ای فیلسوف وارسته قصه بکم برحال ای قسمت ای شانس نصیب ما بی جا افتخار ارام شانازیه و اگر در نام قسیلم کمکری بیا اگر در نام قسیلم برحال کوتاهی بیا کم بیا قسم کم ما زیاد بزانن من مدح و ستایش و تملق و چاپلوسی شخصیت و شخص حشمت منصوری یکم ولی و همه وجودم سر تعظیم فرود دیارم اره دلیل
چون دلیل بیا. ما این فرصت داشتم در دکان مرحوم با پیرم بیلایه بیشم و دو گدش خاطرات کوتاه عرض بیشم که اتم در دوستان اتم بیانی هم بکنم. ما مرحوم در ما مرحوم شیر حسین بابا خانیان خدا بیامرزه ورده تمام اموات سرکار و کسان کهان نام لای شیر حسین بابا خانیان با پیرم بی باگ دالگم بی آیم فرهیخته ادیب یا سواد آکادمیک داشت و ناشت نو دکان ساعت سازی داشت در بان میدان 22 بهمن یا میدان شاه قدیم در ایلام در بان هتل فردوسی دکان بیچه ده متری داشت ساعت سازی و تعمیر ساعت. تمام ادیبه، تمام شاعره و تمام انسانه فرهیخته، معلمه، دبیره، سیاسیون و حتی مدیران اداری و دولتی دور جمع دوی دو دکان، یعنی پاتوق همه. نه ایشان صداشتم هم با پیرم بی ایشان مروم شرسن و همین که دوران ترکات یکی دو سال دور کار دکردم تمام او اساتید دیات نوره پاتوقیان حد مرحوم استاد حشمت منصوری بگر تا برحال اساتید تر حالا ذکر نام نیکم او دکان قبلگاه تمام ادیبیل و شاعریل و آیمیل فرهیخته استان بود، یعنی شهر ایلام. منیش ایشان صدا داشتم سنمیش کم بی دوره بیم مکتبی بی دانشگاه بیار و انصافا یکی در برجسته ترین اساتید زندگیم دنام او دانشگاه مرحوم استاد حشمت منصوری بی که این رفاقت صمیمی دو نفرهش داشتیم و لحظات دو نفره تنیایش داشتیم ندر وقت پر این شانس و اقبال نصیب بنده بی. حتی ها یادم اونو چند قوی بیده درکی آید. مرحوم شیر حسین با پیرم زمانی که برحال بی آخر عمری بی و مریض بی و آلزایمر داشت تمام رفیقه لی هاتون سر دار. از این که یک سال نیم دو سال دبان جی بستری بی. مرحوم استاد حشمت منصوری ناد. مرحوم با پیرم در آخر و آخر بیدی تقریبا دی نزداش تمام دکر یه رو در خیابان رسیم از خدمت استاد منصوری گلهی دکردم اوتم استاد مدوتم امو اوتم امو حشمت همه رفیقه خیلی هاتن پس در کار ناتید سری بیده شیر حسین کفته دست این حالت عصب، نه عصبی یک حالت جدیه بازم گرد فشاری دا چون مرحوم استاد منصوری یک حس عاشقانه خاصی و شخصیت و شخص مرحوم باپیرم داشت بازوم گرد بود و شعر تفسیر ده اسم شعر حسین بی حد بود شعر و واقعا شعری بی یاده بخیر بود وحید ما چی دیام شعری و کفته بینم دبان بستر ما شعر حسین شعری و عرام ما شیر حسین بنا روی آیم ها چنه وسعت و درکی قوی بی نیخواس حیبت و عشقی که او آیم ها داشت و او ذهنیت ها و تصور و تصویر ها که وردی داشت از ذهن خواه نقش بسیونه کردی حکی کردی نیخواس خراوی بکردی تو خواست ها و عشقبازی ها و حال ادامه داشتی بود من نیام شیری در بستر بینا هر وقت مرد اولی نفر زنگ آمد بنا رو قدرت درکی یا یه دفعه تر یه بنده خدا در ایلام در سال تقریبا 73-74 یه بنده خدا در ایلام علسای و چیگه بیا عضو یکی در حزبیل کردیه خانواده او بنده خدا در دوستان مرحوم استاد حشمت منصوری بود نگران بین همه ویده کردن آی فلان بیسان یا نه همه زاری کردین چه و سری دیه چه و سری نیه بزن مرحوم استاد حشمت منصوری چه و تی وقتی دنامو جمع قرار گرتی و یا نه و تی
سپاس اره یزدان پاک شکر حق پیای ایش ده ایلام علسا اره ایشم حشمت منصوری خواهن فکر بی آزاد منش بی مبارز بی و چون تنیابی واقعا تنیاب تنیاب در لحاظ او تفکر ایشم اره یبی که واقعا متفاوت بی و آیم تنه کار بکردم و چنی من اگر در سوزیل جامعه فرهنگ و ادب کردی بتنن کار بکن تحقیق بکن تفحص بکن در مورد هم شخصیت شخصی خواهی و هم شخصیت شعری و هم یک حشمت منصوری هات و سلاح شعر چقدر جنگ عظیمی علیه تمام مفاهیم غلطی که در نام جامعه حاکم بی و تحمیل بی در تمام عرصه اجتماعی و فرهنگی و ادبی و و ای جور رسالت خواهی و پایان ها بود و واقعا دلیل بی هاتنه جیان هم دلیل بی عشق هم دلیل بی چگنی ایش دلیل بی و هزار جار هزار جار سرخ تعظیم فرود دارم در مقابل روح پاک و حضور آسمانی سپاسگزارم روی سرکارش که این فرصت برای بنده رو کردید و اجازه داشتم که در خدمت سرکار عزیزان درشتی بکنم سپاس کاوهی دست خوش بو ممنون را او قیرزانی ده دست گشت عزیزی ریش خوش بو که تا ای دو ساعت تعمل مان کردنه سپاس ایمیل لقصه ای لکاگوهی تر چند ساعت دانیشیم و راسی لذت بیم و گوار هر چنی من دست گشتن خوش عرض و سلامتی را گشتن درم اگر قصه ترک دیرید همه خدمتش اگر نیه من خداحافظی لگشتن کم دو سیل هوری لزیز پایان اینم صحبتم سپاسگزارم در سرکار ممنونم هر یک همیشه و بی و چان دیری زحمت کشید شب و روز تا خدمت فرهنگ و ادب ملت و سرکار یکی در کسانی ایش که واقعا بر مبنای فلسفه تکلیف و بدون هیچ توقع کار کردی تا زحمت کشایی تا هم روی گلت ماش کم هم دستت ماش کم دیدی رو و امیدوارم وینت فره و فقط خواستم به خدمت دوستان بیشم اره کسانی که علاقه مندن و یک بزانن دلیل کی بیه و در فلسفه وجودی دلیل بهرمند بودن در بحث ادب و شعر آوانه او اینا که کلیک کردم از خدمت تطمیم زحمتی بکیش بناره در پیجت آدرس پیج تنها پیج رسمی که کار اکادمیک دیره که در مورد آثار مرحوم استاد حشمت منصوری اول زحمتی بکشی بنیته و دست همه عزیزیل ماچکم روی گلیان ماچکم کسانی که صبر کردن و نیشتن قصیل بنده کمترین گوشتان و امیدوارم قصیلم ارزش گوشتان داشتین و به هر حال مورد استفاده عزیزیل قرار بردین و دوباره سپاسگزارم در سرکار و همه عزیزیل و امیدوارم دور دلیل زندگی بکنیم و دلیلوار و منش دلیل بتنیم خدمت بکنیم و جامعه بشریت چون دلیل درست کرد بی و درست از زوان کردی بی و تیغ مبارزه شعریش تیغ شعر کردی بی اما دلیل در حقیقت یک سرمایه جامعه بشریه و بایستی فرامرزی بنوری سپاسگزار سرکار ما همه عزیز عزیزی که و هیت شود ماشکم دستگانت خوش بو هر جره که خود لقصگانت چله خصوصی چله نو لایف انسان باید و عشق و مبارزه بکه خدمت بکه جناب قوتی چیکی لوانه ده که و راسی و عشق و دیری خدمت که دو سیل عزیز شود دو شما هفته ترک میوان برنامه من کاک شریف فلا و کاک دانا از کرد میوان برنامه من دو شاعر و توانا دو نویسر و توانا بحثه لسر ما موسا شرکو بیکس که معروف و امپراتور شعر دنیاست که دلیلی چست ای لقب دلیه هست به خوش دریم هر کسیش توانایی داشت حتی کاک وحید عزیزی جگر دوست داشت و برنامه بشتریم که
ایمه و دیده و منات های مخزمتین دست کشتان خوش سپاس لکشتان که تایید و ساعته تعمل مان کردین و مگرد مانه بین شبتان بخیر هم خواهد هم تمام از خوش بین.